در آغاز معاون سردار ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان جنگی بیگ الفتشایف دایر نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان برای عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه معارف برای سالهای 2020-2040 معروض نمود. قید گردید که بهر عملی سازی برنامه مذکور ریاست معارف با استفاده از تمام سرچشمه های مبلغ گذار و امکانیت های موجوده در برخی از مؤسسه های تعلیمی حدود ولایت کابینت های فنی و آزمایشگاه ها را تأسیس داده تجهیزات آزمایشی و تکنیکی و مواد تعلیمی را دسترسی مؤسسه ها نمود. اینچنین بهره بلند برداشتن سویه دانش آموزگاران فنهای طبیعی ریاضی کورسای آموزشی تکمیلی اختصاص گذرانیده شده بیش از 300 نفر آموزگاران مکتب های شهر و نواحی ولایت از آموزش ها بهره ور گردیدند. قید گردید که سهم خدمات آقاخان اوی به معارف در جمهوری تاجیکستان جهت تامین تجهیزات تکنیکی مواد تعلیمی و ایونیت های فنی به مؤسسه های تعلیمی حدود ولایت نظر از ارزیابی گردیده چندین همایش و کنفرانس های علمی نیز با جلب متخصصان صاحب تجربه گذرانیده شدند. جنگی بیگ الفتشایف ابراز داشت که در رشد فنهای طبیعی ریاضی میان خوانندگان اکادمی خرد علمی جمهوری تاجیکستان نیز نقش بازسازا داشته توسط این بارگاه علم و دانش چندین طالب علمان مؤسسه های حدود ولایت تحقیقات های علمی گذرانده با دیپلم های درجه 1, 2 و 3 اینچنین به عنوان عضو وابسته و عضو فعال اکادمی خرد علمی جمهوری تاجیکستان شرف یاب گردیدند. نامبرده ایلاوه نمود که راه اندازی گردیدن المپیادههای فنی با ابتکار مرکزی دریافت و رشد استعدادها و آزمونهای فاصلوی میان طالب علمان مؤسسه ها جلب خوانندگان به محفل های تخصصی متماتیکان جوان، فیزیکان جوان، تکنیکان جوان مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت مختار کوهستان بدخشان و همزمان اعلان گردیدن آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت با امر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بهره باز هم تقویت دادن دانش های متماتیکی میان خوانندگان مؤسسه های تعلیمی زمینه مساعد میگذارد. در سمت عملی سازی برنامه 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی مشکلات مالیوی مسئله مهم عنوان شده. معاون سردار ریاست معارف ولایت اظهار داشت که با در نظر داشت کم بودن سمته خراجاتی ریاست امکان تامین تمام مؤسسه های حدود ولایت را با کابینت های فنی و تجهیزاتی ندارد. از جانب اشتراکداران پیشنهاد گردید که بهر آموزش و رشد فنهای مذکور پیش از همه آموزگاران صاحب اختصاص ضرور بوده آموزگاران باید از این سیکل فنها خوب با خبر گردیده حتما از کورس‌های تکمیلی اختصاص گذشته باشند. اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزان آباد علی شیر خدابردی جهت تأسیس دادن اتاق‌های فنی سیکل طبیعی ریاضی در 313 مؤسسه حدود ولایت با مسئولین ساحه سپارش داد که نقشه معین فعالیت را در دایره امکانیت‌های موجوده و جلب صاحب کاران و شریکان روش تأسیس داده کار را در این سمت جان‌ناک نمایند. دایر به مسئله دویم روزنامه معاون سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیارتشان از رولایف اخبار را ده قید گردید که برای رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان و من جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان معرفی طبیعت نوتکرار این دیار زیبا منظر به جهانیان ارج گذاشتن به صنعت و فرهنگ نیاگان و احیای هنرهای مردمی در شهر و ناحیه های ولایت کورسای آموزشی هنرمندی از قبیل مهربافی تاقیدوزی کارکرد معینه جوراب بافی و دیگر آموزش ها براه مانده شده بانوان خونشین را به آموزش جلب می نمایند. گفته شد که در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه شغنان در برابر هنرهای معاصر اینچنین کورس های هنرهای مردمی نیز راه اندازی گردیده جوانان و نورسان را به تعلیم فرا گرفته است. همچنین تشکیلات جمعیتی دی پامیری در رشد هنرمندی و تیار نمودن ارمغان های خصوصیت ملی داشته سهمی نظر است دارد. زیارتشان از رولایف قید نمود که دوام دو سال آخر جهت سرزدن بیماری سرایتی کووید 19 رفت آمد سیاحان وطنی و خارجی به ولایت کم گشته. بازار محصولات هنرهای مردمی نیز کاسته شده ایستاده است. عین زمان در ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 250 نفر هنرمندان کسبی فعالیت نموده بیش از 60 نامگوی هنرهای مردمی رشد یافته ایستادند. اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهاری امیدواری نمود که با رشد ساحه سیاحی سمت هنرمندی نیز در حدود ولایت با مرام رشد نموده باشندگان به آر و ناموس بام جهان در حفظ و احیای صنعت و هنر اجدادی سهم نظررس خود را میگذارند. در ادامه مشورت نظارتی برقیه راهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر به تجلیل ارزنده از روز پرچم دولتی به سهم حاضرین رسانده شده میرزان آباد علی شیر خدابردی اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بیان نمود که ارج گذاشتن به پرچم دولتی احترام نمودن وطن و مادر خود بوده آن پیش از همه معرفگری ننگ و ناموس شرف و اقبال و نام بزرگ دولت و ملت است. از این رو در سطح لازمی تجلیل نمودن این صنایع فرخنده برای
برای همه مؤسسه ها و اداره های دولتی و غیر دولتی حدود ولایت و نصب این مقدسات ملی در بنای این شاوت ها بهره پاس داشتن ارزش های ملی زمینه واقعی میگذارد. Мовини раиси вилояти Машозодан ва Римашо аз корҳои сохмонӣ дар канали доди худо дида намуда бо коргарон суҳбат намуд. Маҳз ҳар сол бар асари фуромадани селу тарма дар мавзеи ғузагдараи ҷамоати деҳоти Хабос ва шошаки ҷамоати деҳоти ба номи Қурбоншо Гадоаливи ноҳияи Рошқала канали доди худои шаҳри Хоруғ тахриб гашта, ҳафтаҳо сокинони ҷамоати шаҳраки Сомоншаҳр бе оби полизӣ мемонанд. Ҳамчунин ба баъзе аз хонаҳои ин мавзеъ низ зарар мерасонад. Бинобар ин, бо дастгирии мақомоти маҳаллии ҳукумати давлатии шаҳру вилоят пас аз мавсими обмонӣ имсола, раёсати хоҷагии оби вилоят таъмирро оғоз кард. Чанд рӯз пеш ба масофаи 300 метр канал аз навсозӣ шуд ва ҳоло дар яке аз дигар мавзеъҳои хатарнок таъмир идома дорад. Сардори идораи хоҷагии оби вилоят Қурбонбек Худоиров гуфт, ки имсол ба мавзеи ғузагдара, ки ҷои тармафуро аст, роҳи мошингард бунёд карданд. Пас аз ин, интиқоли масолеҳи бинокорӣ барои таъмири канал хеле осон мегардад. Дар рӯзҳои наздик таъмиру таҷдиди канал дар мавзеи Шошак бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояту шаҳр низ анҷом меёбад ва боварӣ аст, ки дар оянда масъалаи бо оби полизӣ таъмин намудани сокинони шаҳр ба таври комил ҳаллу фасл мегардад. Айни замон дар ҳамин ҷо кӯрои сохтмонӣ рафта истоданд. 300 метр канал дар мавзеи ғузакдара ба анҷом расондем, 160 метр болопӯш кардем ва дар мавзеи Шошак бо супориши бевоситаи раис вилоят муҳтарам Мирзонабод Алишер Худобердӣ 60 метр дигарро аз навсозӣ карда истодаем. Ҳозир коркунон дар ҳамин ҷо девора бо баландии 1 метру 20 сантиметр ҳамин канал девор мекунанду баъд аз боло бо чубо мепӯшонем, тунука қатӣ маҳкам мекунем, ки дар натиҷаи фуромадани тарма ба ҳамин канал зарар нарасонад. Аз тарафи мақомот иҷроия ҳукумияти давлатии вилоят мухтор Кӯҳистон Бадахшон маводҳои сохтмонӣ ҷудо гардиданд, ба ҳамин канал дастрас намудем. Аз қабили цемент, арматура, қум, рег дастрас намудем ва корро идома дода истодаем ва кӯшиш мекунем, ки дар муддати кӯтоҳтарин ҳамин корро ба анҷом расонем ва ният дорем, ки дар фасли баҳор бо мусоид будани боду ҳаво корҳоро идома медиҳем. Ман аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории хешро ба раиси вилоят мухтор Кӯҳистони Бадахшон муҳтарам Мирзонабод Алишер Худобердӣ барои ҷудо намудани маводҳои сохтмонӣ барои ҳамин таъмири канали додихудо изҳор сипос менамоям. Сокини мавзеи Шошаки ҷамоати деҳоти Қурбоншо Гадоаливи ноҳияи Рошқала Давлатшо Диловаров бо изҳори миннатдорӣ ба мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳру вилоят гуфт, ки пеш аз ин таъмир онҳо дар мавсими обёрӣ шабу рӯз хоб надоштанд, зеро ҳар лаҳза бар асари сангчарх ё селу тарма оби канал аз маҷрои худ берун шуда ба тарафи хонаҳояшон сарозер мешуд. Акнун сокинони ин мавзеъ осуда хоб мераванд, зеро баъди таъмир ин таҳдид аз миён бардошта мешавад. Имрӯз дар канали доди худо кур карда истодаем. Дар масофаи 300 метр таъмир капитали тамом шуд, бо 200 метр дигар таъмир карда истоданд. Миннатдории худро ба раис вилояти мухтор Кӯҳистони Бадахшон мерасонем, ки чунин кора пеш бурда истодааст. Ҳарчанд ҳаво каме сард шудааст, аммо сокинон сарфи назар аз ин талош меварзанд, ки таъмири каналро дар ҳафтаи оянда ба анҷом расонанд. Мактаби санъати шаҳри Хоруғ яке аз муассисаҳои фаъоли фарҳангии маркази вилоят мебошад, ки дар омӯзиши мероси бузурги ниёгон дар маркази вилоят нақши муассир дорад. Дар 64 соли фаъолияти мактаби санъати шаҳри Хоруғ онро зиёда аз 1000 нафар хатм намуданд, ки имрӯзҳо дар рушди санъати миллӣ саҳмгузорӣ доранд. Боздид иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ Назарзода Ризошодӣ аз ин муассисаи фарҳангӣ ба амал омад, ки дар он бобати музаффариятҳо ёбиҳо ва мушкилиҳои ҷойдошта маълумот дода шуд. Тибқи иттило, се соли охир барои толибилмон ва омӯзгорони он солҳои фаъолияти мунтазам ва саршур аз комёбиву самараи нек буданд, зеро маҳз таи се соли охир хонандагони он моҳӣ набуда, ки дар ягон озмун ва чорабинӣ иштирок накарда бошанд. Иштироки муваффақонаи толибилмони мактаби санъати шаҳри Хоруғ дар озмунҳои ҷумҳуравии Тоҷикистон, ватани азизи ман, озмуни Парвин ва инчунин даҳо озмун
سازمانهای شهری و ولایتی اشتراک ثمرناک طالب‌العلمان مکتب در چوربین‌های گوناگون فرهنگی و سیاسی ولایت بار دیگر شهادت از فعالیت خوب و منتظم این مؤسسه فرهنگی میباشد. سنت 18 اوموزگول برای 191 خواننده طرز نوازش اسباب‌های موسیقی را یاد داده استودند و امروزها ختم‌کنندگان مکتب چه در داخل کشور و چه بیرون از آن من جمله در دولت روسیه و چین در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های کسبی ساحه مهارت خود را تکمیل داده استودند. به اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروغ نظرزاده رضا شادی اطلاع داده شد که مکتب صنعت در برابر کامیابی‌ها مشکل‌های به خود خاص را دارد و برای تعلیم اتاق آموزشی بسنده نبوده، اینچنین مکتب با اسباب‌های موسیقی نیز نیاز زیاد دارد. نظرزاده رضا شادی گفت که بهر برطرف نمودن مشکل‌های جای داشته از جانب مقامات محلی حکومت دولتی شهر خاروغ چاره‌جویی کرده می‌شود. چنین بازدید نظرزاده رضا شادی از قصر فرهنگی شهر خاروغ به عمل آمد و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر با فعالیت کارمندان این مؤسسه موسیقی، تامین کارمندان با لباس صحنوی و قسمت تعمیر نمودن مؤسسه نقشه گذاری کرده خواهد شد. صحنه قصر فرهنگ و تالار نشست که قسمت تعمیر طلب هستند از نظر گذرانیده شدند. قید گردید که قصر فرهنگ یکی از مؤسسه های مهمترین جامعه مرکز ولایت محسوب می یابد که این کوسگ حیات جامعه و پیشبرنده سیاست دولت بوده توجه خاص را تقاضا دارد. مطابق اطلاع نماینده مرکزی نظارت دولتی و سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، صحتی اهالی پیش از همه از رعایت قاعده‌های سانیتاری گیگینیکی عامل بی‌خطری پیشگیری به حساب می‌رود وابستگی مستقیم دارد. قید نمود که در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری از طرف کارمندان مرکزی نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت شهر پیوسته در مغازه‌های بازار مرکزی سنجش گذرانیده می‌شود. تاجران دکان‌هایی که به فروش محصولات‌های خوراکواری مشغولند کوشش می‌کنند که برای خریداران محصولات بالانسی فت را پیشنهاد نمایند، اما نوو بسته از این هستند سوداگرانی که محصولات به فروش گذاشته شده مغازه های آنها مهلت استعمالش گذشتگی است و هنگام خرید نمودن بعضی خریداران به مهلت استعمال توجه نمیدهند، با استعمال محصولات پسیفت به بیماری های گوناگون دچار گردیدنشان ممکن میباشد. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان تحت رقم 890 درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری و قانون جمهوری تاجیکستان تحت رقم 72 درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان از طرف متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر و ولایت در وقت گذرانیدن سنجش‌های نقشوی و غیر نقشوی در مغازه‌های شهر و ناحیه‌ها محصولات پست‌صفت دریافت کردید و امروز در آیت کمیسه نیست و نابود می‌شود. به همه استعمال کنندگان مراجعه میکنیم که در وقت خریداری کردن محصولات خوراکواری از مغازه ها با ملت استفاده بریشان دقت جدی دهند. محصولاتی که ملت استفاده بریشان گذشته است برای سلامتی ضررناک و برای استعمال ناموافق میباشد. تاثیرات منفی آن بعد چند سال در وجود انسان درک میدهد. این چنین دیگر در صورت دریافت نمودن محصولات ملت گذشته به مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر و ولایت با تلفن های زیرین مراجعه نمایید: 3-11-03-3-11-01. کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت شهر دوام دو ماه اخیر ضمن سنجش از مغازه های حدود شهر و نواحی ولایت مختار کوهستانی بدخشان یک قطار محصولات های خوراکی پسیفت را از معاملات بازداشت نمودند. هنگام نواربرداری معین گردید که مواد های پسیفت بیشتر در شیرینی ها، روغن رسانی، نمک بیود، شربت ها و دیگر محصولات ها به نظر می رسید. کارمندان مرکزی نامبرده مواد های از معاملات برداشته شده را به نقطه مخصوص برده در حضور هیئت کمیسیا نیست و نابود کرده شد. متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت شهر چندی مرتبه با کارمندان مقامات حزب حقوق در مغازه های شهر در بازار مرکزی شهر خاروغ ریت های مشترک را گذرانیدیم. این عاید قانون جمهوری تاجیکستان در باره بی‌خطری محصولات خوراکواری اینچنین دیگر در باره حمایت حقوق استعمال کنندگان می باشد. یعنی از سوداگران بازار مرکزی شهر خاروغ،
علل خصوص در مغازه هایی که مول های نیاز مردم به فروش برآورده می شود، یعنی هر یک سوداگر باید پیش از همه با مهلت برارش محصولات خوراکی دقت جدیدیت و بعد با فروشندگان دسترس نماید. کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت مختار کوهستان بدخشان از فروشندگان محصولات خود دعوت به عمل می‌رند که برای خریداران مواد های خوش صفت را برای خریداری پیشنهاد نمایند. قید گردید که در عکس اول نسبت فروشندگان چاره‌های لازمی اندیشیده خواهند شد. سمینار آموزش اوید به اجرای برنامه توانبخشی و همگرایی اجتماعی نابالغان در مؤسسه های محروم ساختن از آزادی ادای جزا نموده برای سالهای 2020-2024 مطابق نظامنامه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است. سمینار در شهر خوروغ و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان گذرانده می شود. در کار آن متخصصان با تجربه و یک گروه روانشناسان شرکت ورزیده با کارمندان ساحه حفظ اجتماعی و کمیسیا اوید به حفظ حقوق کودک دستور می دهند. مقصد از برگزاری آموزش مذکور کار کردن با اهل جامعه و مخصوصا کودکان و نورسانی که با یگان جرم در مؤسسه های مخصوص محرومیت از آزادی برای نابالغان قرار داشتند و آزاد شدند، روانه گردیده اوید رعایت قانون و آن عهده‌داری هایی که باید کارمند ساحه حفظ اجتماعی بر دوش دارد به طور باید و شاید اجرا نماید، با راه معامله و فهماندهی فعالیت خود را پیش برند و به خطاگی ها در معاشرت با نابالغان راه ندهند. موضوع بررسی شده از یک چند بند عبارت بوده، برای کارمندان ساحه دوام 5 روز به طور مشخص فهمانده داده شد. با فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دوام 5 روز از 15 نوامبر سال روان تا 19 نوامبر در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان سمینار آموزشی با مقصد اجرای بند نهم نقشه چهارمینو اوید به اجرای برنامه توانبخشی و همگرایی اجتماعی نابالغان در مؤسسه های محروم ساختن از آزادی یا محدود کردن آزادی ادای جزا نموده برای سالهای 2020 و 2024 در ولایت سمینار آموزشی با اشتراک بخشای حفظ اجتماعی اهالی نوحیه ها، شعبه های خدمت رسانی اجتماعی شهر نوحیه های ولایت و سرمتخصصان بخشای حفظ حقوق کودک در ولایت گذرانده شده است و دوام این 5 روز تخصصان اویدی این برنامه با این شعبه ها در ولایت سمینار گذراندند و کارهای مین بعد کارهای دوام دادن در برای اجرا نمودن این بند نقشه چورابینی کارهای زیاد کارهای فهماندهی بین متخصصان برای گذاشته شد. سمینار مذکور در برابر ولایت مختار کوهستان بدخشان در دیگر مناطق کشور نیز پیاده گردیده، مسئولان ساحه بر آن نظرند که هرچی بیشتر بلند برداشتن سویه دانش حقوقی کمیسیا اوید به حقوق کودک و متخصصان ساحه حفظ اجتماعی روانه کرده شده است. شنوندگان آموزش ابراز داشتند که منبعد از تجربه اندوخته در فعالیت همروزه خود واسه استفاده میبرند. در چورابینی بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان طالب علمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر خوروغ سخن راندند و ذکر نمودند که امروز ما در حرفه تجلیل عید باشکوه یعنی روز قبول یکی از رمزهای دولتی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. پرچم دولتی تمام ساکنان کشور را به افتخار از دولت و دولتداری، تاکید استقلالیت ملی، افس دستاوردهای آن و پیش از همه وحدت ملی و سعی تلاشهای پیوسته به خاطر آبادی سرزمین اجدادی رانمون می‌سازد. تاجیکستان صاحب استقلال تحت پرچم می وعدت و امبستگی در پرتوی سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تشبث‌های گلوبالی هون در عرصه بین المللی موقعی سزاوار گرفت. پرچم تاجیکستان دلیل دولت و پاینده بی‌زوال تاجیکان نشان افتخار ملی ماست. هر کی خود را دستدار میهن دستدار تاجیکستان می حسابد باید پرچم دولتی آن را دست دارد و با آن ارج گذارد. طوری که پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان فرموده است، از مناسبتی که شهروندان یک مملکت پرچم خود دارند می توان به خوبی پی برد که آنها دولت و مملکت خود را تا کدام اندازه دوست می دارند. ما باید با آن موفق شویم که پرچم ملی هر فرد با ننگ و ناموس را همیشه و در همه جا در افتخار دولت و دولتداری و تحکیم استقلالیت ملی
و پیش از همه وحدت ملی و سعی تلاش پیوسته و آبادانی کشور هدایت نمایند. بالای سرم شعار ای پرچم من، بخشنده ننگ و آر ای پرچم من، باشی تو شناسنامه این ملک عزیز، دارم ز تو افتخار ای پرچم من. در چورابینی قیرگتگی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان نشانه استقلالیت دولتی، دوستی و برادری همه خلقیت ها به شمار می رود. این رمزی اساسی دولت و شهروندان را به سوی آینده نیک زندگی آسایشته و صلح و وحدت رانمون می سازد. همچنین در چورابینی طالبان این مؤسسه تعلیمی از اشعار شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک شعرها را در وسی پرچم دولتی قرائت نمودند. پرفشانی میکند بالای سر همچون رمزی دولتی ما جلوه‌گر، در دلی من می فزاید افتخار هرگه بر سوی آن سازم نظر. احترامش احترامی خلق ما، می کند ما را به هر یک جان و تن، تا نیابد اتحاد ما گزن، تا همه نازم از بخت بلند. مقصد گذراندن چنین چورابینی هم بیدار نمودن ایسی وطن دوستی در ضمیر نسل نورس ارزیابی گردید. در فرجام چورابینی از طرف خوانندگان برنامه فرنگی پیشکشی آذرین گردانیده شد. کودکان کودکستان رقم 4 شهر خروغ با یک مهر محبت نسبت وطن عید پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال نمودند. کودکان با خور عمومی که موضوع پرچم دولتی و وطن و وطنداری را در بر گرفت برنامه فرهنگی را آغاز نمودند. هر یکی از کودکان در نوبت خود درباره پرچم دولتی شعرهای بلند مضمون را قرائت نمودند. گفته شد که پرچم دولتی از 3 رنگ عبارت بوده، رنگهای هون دارای بخت و اقبال سفید، سرسبزی و خرمی و جان سرخ خلق بهر آزادی و استقلالیت میباشد. پرچم دولتی رمز سعادت و اقبال مردم سربلند تاجیک به حساب رفته، اون بیانگر صلح و ثبات و وحدت و یگانگی ملت ما میباشد. پرافشان گردیدن پرچم ما را به سوی آینده نیک و درخشان و فردای آباد و آسوده رهنمون میسازد. کودکان پرچه های شعری را از اشعار شاعران معاصر تاجیک قرائت نمودند. پرچم آرمان تاجیک، شعله آرمان تاجیک، آتش وجدان تاجیک، سر زده از جان تاجیک، سرخی روی از تو، وقت من از تو سفیدت، با تو عمرم سر بسر سر هستی از پر از امید. پرفشان پرچم تاجیک، تو رنز تاجیکستان، تو مثل گل زکوفان، تو بهتر از دل و جان، تو رمزی نام اجدادی، نشان از ملک سامانی، برای ما تو شادی. در رفت چورابینی گفته شد که پرچم افادگر دولت و دولتداری به حساب می رود. اون برای خرد و بزرگ کشور بسا مقدس بوده، نشان صاحب استقلالی و وحدت و همدیگر فهمی را در خود تجسم می نماید. رقص و سرود انجام بخش منطقه چورابینی بخشیده به روز پرچم دولتی در کودکستان رقم 4 شهر خروغ گردید. سالهای آخر شرایط خدمتی در قسمهای حربی به مراتب بهتر گردیده، سربازان و عسکران با جسارت و متانت مردانگی بهر حفظ مرز و بوم کشور به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر میگردند. در قسم حربی 01-123 ریاست مدافع جمهوری تاجیکستان در ولایت شرایط خوب فراهم آورده شده، نوعسکران با استفاده از تکنیکا و تجهیزات موثر خدمت نموده استودند. به خاطر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قبول سوگند حربی نوعسکران در قسم مذکور چورابی نی تنتنوی دایر گردیده، در آن اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خروغ نظرزاده رضا شادی اشتراک نمود. چورابینی با برآوردن بیرق جنگی به میدان سفارایی آغاز گردیده، نخست کماندیر قسم حربی 01-123 ریاست قشونهای زود عمل جمهوری تاجیکستان در ولایت نوریدی محمدشاهزاده اشتراکداران چورابینی را به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک نموده، قید داشت که امروز تحت سروری سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب اختیار و صلح‌آفر عرض وجود نموده، جسارت و مردانگی پیشوای معظم ملت نمونه عالی برای جوانان کشور میباشد. قید نمود که هر یک جوان با ننگ و ناموس کشور همیشه بهر حفظ مرز و بوم میهن خیش باید آماده باشد. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خروغ نظرزاده رضا شادی در آغاز سخن همه افسران و سربازان و نوعسکران را به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک نموده، ذکر داشت که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان
زمان از روز نخستین انتخاب شدن رهبر دولت به تامین صلح و ثبات کشور و حفظ مرز و بوم دولت دقت اولین درجه روانه نموده، در آن لحظه های دشوار توانست ارتش ملی را برقرار سازد. با گذشت ایام شرایط خدمتی در قسم های حربی بهتر گردیده، امروز جمهوری تاجیکستان با تکنیکا و تجهیزات معاصر جنگی در بین کشورهای عالم مقام نظر است دارد. خدمت مادر وطن قرض فرزندی هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس خیش بوده. خوشبختانه چند سال اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان در بین دیگر منطقه های جمهوری اولین شده، دعوت جوان پسران به صف قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان را در یک روز اجرا می کند. هر یک سرباز نودعوت شده سوگند حربی را زیر بیرق جنگی یاد نمودند. سرباز با شرف، با انتظام، دلیر و هوشیار باشم. قسم می خورم که تا آخر نفس به خلق خود صادق باشم. ادیبان اهل فرهنگ در نوبت خود سربازان و نوسکران را به این صحنه مهم تبریک نموده، والدین نودعوت شدگان نیز بابت این روز مهم در حیات فرزندانشان فکر و اندیشه ها را بیان داشتند. جلسه را معاون اولی وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت میلیسی علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه حسن آغاز بخشیده، از فعالیت اپراتیوی خدمتی دستگاه مرکزی ریاست و دیگر سمت‌های خدمتی نتیجه گیری کرد. در جلسه فعالیت اپراتیوی خدمتی دستگاه مرکزی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، مسائل مهم روز رعایت انتظام خدمتی و قانونیت، پیشگیری سطح جنایتکاری، وضع سرحد، سفربرکنی جوانان به صف قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان و اجرای دستورهایی که در نزد ستاد بین اداروی مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت گذاشته شدند، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. معاون اول وزیر کارهای داخلی، رهبر ستاد بین اداروی مقامات تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان، دقت مسئولین را جهت بالا بردن سویه دانش حقوقی شهروندان و پیشگیری عوامل زشت و نامطلوب در جامعه جلب ساخت. در جلسه بابت بلند برداشتن فعالیت ناظران منطقوی میلیسیا، مصادره یاروخ و اسلحه، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دستگیر نمودن جنایتکاران در کوفتوکوی رسمی قرار داشته، پیشگیری شامل شوی نورسان و جوانان به گروه های منفیجو، گروه های متشکل جنایتی و نشع جلاب، تصرف مال و ملک شهروندان، پیشگیری نوشاکی های غیر استانداردی پسیفت مسئله گذاری کرده شد. با این مانند رعایت بیچون و چرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها و دیگر مسئله های مهم روز برشته تحلیل کشیده شدند. قید کرده شد که افزای ناامنی منطقه و جهان و تاثیر آن به دیگر کشورها ما را وادار می سازد که همیشه زیرکی سیاسی را از دست نداده، کارمندان مقامات حفظ حقوق ولایت باید همیشه در حالت آماده باش قرار داشته باشند. در ادامه از کارمندان مقامات کارهای داخلی قطعاً طلب کرده شد که ضمن ادای فعالیت خدمتی با مردم خوشمعاملگی را در مد اول قرار داده، کارهای فهماندهی در بین اهالی درست به راه مانده شود. معاون اول وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت میلیسی علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه از رهبران شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی، شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان طلب نمود که در سمت تأمین ترتیبات جمعیتی و حرکت منتظم نقلیات را زیر نظارت پیوسته قرار داده، پیش راه قانون ویرانکنی های دغلانه راه و نقلیات را جلوگیری نمایند. برای اجرای سری وقتی دستور و سپارش های رهبریت وزارت کارهای داخلی، پیشگیری سطح جنایتکاری، معاملات غیرقانونی مواد مخدر، تأمین ترتیبات جمعیتی، ولایت قانون، رعایت حتمی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در ولایت مختار کوهستان بدخشان، بلند برداشتن فعالیت سمت اپراتیوی خدمتی کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر مسائل مهم روز به حاضرین دستور و سپارش های قطعی دادند. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پیش از همه تمثال استقلالیت دولتی کشور به حساب رفته، اتحاد و یکدلی ملت‌های در این سرزمین زندگی داشته را در خود تجسم می‌نماید. این مقدسات ملی در زمان صاحب استقلالی کشور توانست وحدت و یگانگی و حفظ بلند ملی، ننگ و ناموس وطنداری، انسان دوستی و فرهنگ سالاری و سعی و تلاش سازندگی مردم سربلند تاجیک را در خود افاده نموده، آرمان و آرزوهای دیرینه خلقمان را دوباره زنده گرداند. با یادآوری از تاریخ پیدایش اولین پرچم تا قبول لوای تاجیک، باید قید نماییم که مردم سربلند تاجیک پرچم دولتی را مثل اجدادان خود همچون رمز جاودانی دولتداری ملی حفظ نموده، روح و جان خود را با این مقدسات ملی پیوند می‌دانند و برای حمایت منفعت‌های دولت و ملت خود تحت این لوای ظفر یک عمر سرجام خواهند بود. پرچم دولتی رمز مستقلیت دولتی، رمز استقلالیت دولتی، رمز هویت ملی، رمز خویشتن‌شناسی و متحدی و سرجامی ملت را نشان می‌دهد.
و هر یک جشنهای ملی البته در خود هدف و اهمیتی خود را دارند و البته اهمیتی مخصوصی خود جشن پرچم ملی از آن عبارت است که تمام مردم ملت یعنی تمام ملت تاجیک باید در گرد پرچم ملی متحد و سرجم بیایند چرا که پرچم دولتی همچون رمز مقدسات ملی دولت همچون رمز هویت ملی همچون رمز خیشتنشناسی و درک کردن که ملت تاجیک دارای فرهنگ و تمدن و ارزش‌های معنوی خیش را داشتند و خود ملت تاجیک در طول تاریخ البته در همچون یکی از دولت‌های قدیمترین در آسیای مرکزی در فرهنگ و تمدن بشری نقش بسزایی گذاشته است و به همین دلیل است که همه رمزها و نشانه‌هایی که در خود پرچم ثبت گردیدند مفهوم و محتوای خاص خودشان را دارند و مخصوصا خود پرچم ملی در زمینه خشک خالی با وجود نیامده است و در اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1992 برای تصدیق و قبول نمودن رمزهای جمهوری تاجیکستان یکی از مسئله های هدف اساسی دولت در همان دوره در شورای عالی به حساب می رفت و بعد از آنه که پرچم را قبول کردن همچون رمز معرفیگر دولت همچون مستقلیت دولت در تمام بشریت شناخته می شد. پرچم دولتی این رمز حکومت دولتی بوده مستقلیت و صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان را همچون دولت افاده می کند. خلق تاجیک از زمانهای قدیم تا به امروز به سنت پرچمداری ارج خوصه گذاشته این عمل نیک را بهترین نشانه هویت ملی و ننگ و ناموس وطنداری ارزیابی می نمایند. این است که امروزها این مقدسات ملی در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ و نایه های درواز و ونج روشون و ناحیه روشقلا پرطرفشان بوده به مکان دوست داشته ساکنان و مهمانان ولایت قرار گرفته است که افتخار مردم تاجیک می باشد. به زمین با دستور و سپارش های بواسطه رهبریت عالی مملکت هولونیز در دیگر نایه های ولایت خشت اول بنیاد باغ پرچم گذاشته شد که در آینده نزدیک بنیاد خواهد گردید. اهمیتی جشن ملی هم در آن است که امروز برای ما برای مردم زمینه و امکانیت آمده است که در این روزها ما بیشتر و بیشتر وابسته به این مسئله ها هم ارزش های ملی و هم فرهنگ ملی و هم تمدن که و همچنین دیگر یعنی شخصیت های برجسته عالمی ملت تاجیک داشتند در گرد اطراف آنها فکر کنند اندیشه نمایند و تمرکز نمایند و همین دلیل است که پرچم همچون رمزی میگن رمزی استقلالیت است و مستقلیت دولتی که معرفگری تمام دولت در هم مسئله های داخلی و هم در مسئله های بین المللی می باشد که همچون پرچم رمزی شناخته می شود که در اساسی یعنی معرفی نمودن در مسئله های بین المللی سطح مناسبت های دیپلماتی و دیگر کارهای داخلی استفاده برده می شود من جمله خود پرچم که دارای یعنی همچون محتوای اساسی و معناهای گوناگون خاص را در خود دارد اگر هر یکی آنها را ما شهدیم یعنی رمز و تاج و ستاره هایی که در هفت ستاره که در اونجا درج کرده شدند در خود معنی های زیاد را دارند این از آن شهادت می دهد که تاجیکان در طول تاریخ مبارزه با ظلم و ظالمی می برد و به خاطر آزادی که همچون خود پرچم این نشانه آزادی ملت آزادی افکار و اندیشه و خود ارزش های ملت رو نشان میداد که تاجیکان در طول تاریخ و تمام پستی و بلندی ها نگاه نکرده بحر آزادی و موجودت و مقتدرت خیش مبارزه می بردن. باید گفت که پرچم دولتی تاجیکستان صاحب استقلال تحت سیاست پیش گرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پرتفشانی نموده همچون نشان از استقلالیت دولتی و ملی خلق و ملت تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی نموده در بنای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان و تشکیلات ها و سیسه های بزرگ جهانی و منطقوی در ردیف پرچم های دیگر دولت های عالم تاجیکستان صاحب استقلال را معرفی می نماید. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان پرچم دولتی را مثل اجدادان خود همچون رمز جاودانی دولتداری ملی حفظ نموده روح و جان خود را با این مقدسات ملی پیوند می دانند و برای حمایه منفعت های دولت و ملت خود تحت این لوای ظفر یک عمره سرجم خواهند بود.